و اما خبر آخر نشست بررسی جنایات داعش علیه آثار باستانی و زیارتگاه ها در شهر مقدس کربلا برگزار شد بخش فعالیت های عمومی آستان مقدس حسینی اولین نشست بین المللی میراث فرهنگ و آثار باستانی را با مشارکت 22 کشور خارجی از جمله کشورهای عربی در سالن خاتم الانبیا واقع در جنب حرم امام حسین علیه السلام برگزار کرد به گزارش شیویوز دکتر تلال الکمال رئیس کمیته مقدماتی نشست گفت این نشست برای مقابله با تخریب و ویرانی آثار باستانی عراق به ویژه در موسل برگزار شده است او افزود اقدامات سنی های تندروی داعش در انفجار و تخریب زیارتگاه ها و کلیساها و تبدیل آنها به اماکنی برای گمراه کردن افکار و اعتقادات جنایتی است کم نزیر. که قبلا آثار باستانی جهان شاهد آن نبوده است به تصریح کرد این نشست برای کشورهای شرکت کننده گویای این موضوع است که داعش ارتباطی با اسلام ندارد بلکه تشکیلاتی افرادگرا علیه فرهنگ، انسانیت و رحمت و مهربانی است در همین راستا الینور رابسون مشاور وزیر فرهنگ انگلیس گفت تاریخ گسترده و میراث متمدن کهن عراق مرا واداشت تا در این نشست حاضر شوم او که استاد تاریخ دانشگاه لندن است افزود عراقی ها باید از آثار و تاریخشان برای ساختن آینده کشور و بازگرداندن عراق به جایگاه گذشته استفاده کنند که البته در بخش از این مسیر با پیروزی بر تروریست ها و فرقه‌گرایی موفق بودند گفتنی است در حاشیه این نشست نمایشگاه عکسی از جنایات سنی های تندروی داعش علیه آثار باستانی و زیارتگاه ها برپا شده است.